هنوز دقایق باقی مانده برای ای که ما سال جدید خورشیدی را بتانیم جشن بگیریم و اجمل جان در کنار ما هستن، همراهشون یک بازی داره، میخواییم که ای بازی را انجام به اجمل جان، اما به تنهایی بازی خونه میشه. دقیقا حریف تو ما و موجب نیستیم. برای شما انجور کردیم با تظریف ما نباشیم، به مقاطر ما صرف نظر کردیم. یک حریف بسیار سرسختم داری، آمادگی تا زنم یال داشته باش. من خواهم یال پیش از این که کمره داری کارت برای چند دفعه تمرین کردم نشد دیگه توکل. همکار بسیار خوب ما که در سالی که گذشت، یعنی چند لحظه بعد سال میگذره، در سال 99 همراه ما بودن در برنامه بامداد خوش، همراه با مصطفی جان و مریم جان. لیمه جان امیری میاین و این بازی را همراه با اجمل جان انجام میتن. به افتخار لیمه امیری. باش اول با تخته بزنم که نظر نشه. ماشاءالله سال جدید. بسیار خوش آمدید، سال 90 پیشا پیش مبارک و لباسایتان بسیار مقبول است. تشکر مجیب جان عزیز. خب سال نو میشه، زمین نفس دوباره میکشه و برگ ها برنگ در میآیند و گل ها لبخند میزنند. سال 1400 به تمام هموطنان مهربانم تبریک میگم. امیدوار هستم که یک سال نیک، یک سال پر از برکت پیش رو داشته باشند و به تمام آرزوی دلشان انشالله که برسند. و همچنان امی یک فرصت بسیار خوبه است که به دو زوج زیبا، به دو همکار عزیزم تبریک بگویم، به پای هم پیر شوین و همیشه هم تو خوش باشین. بخیر باشین. شکر سر جان، یک دست با سر لیمه جان کش کنین. دست وقت کشیدم. دوستا بازی طوری است، امی قسمی که شما میبینین چهار گلاس پیش روی لیمه جان ماندگی است و چهار گلاس هم پیش روی اجمل جان. شما آب که داخل گلاس هستی را مینوشین و هرچی زودتر گلاس با اشاره دست روی میز سرچپه قسمی که دهنش روی میز باشه استاد میکنین. بچه که خوش شده مجیب جان گفتی آب شما مینوشین گلاس پایین میکنین. نه و قدرم آسان نیست، شما کوشش کنین که در وقت کم این بازی را انجام بتین. شانس خوب. چانس خوب باشه اجمل جان، شما از کی کم هستین؟ اجمل 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 لیما لیما. بازی شما آغاز میشه. حاله ماشاءالله تشویق کنه لیما را. خانوما صدایتون بلندتر. بسیار خوب. یه نوش جان، نوش جان، اجمل جان دیگه دوباره از ما دو یکی بند مونده. نه خیره خیره، بر خطایی نکو میشه. یکی دیگه، یکی عالی عالی. دو گلاس تا حال اجمل جان دانسته سرچپه کنه و ای در حال است که هنوز لیمه تمرین کرده رئیس. اجمل سه فقط اوگری کلام شده دیگه چه انداختک. نه 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 بزار مشکل است. وقت دارین هنوز، ممکن هنوز هم وقت شما ببرین لیمه جان، شما مورال تر از دادین. عالی. و برنده ای بازی گلاس هم اجمل ذهین، مبارکت باشه. و دلیل باخت لیمه جان هم من میفهم بوتای کوری بلند است. دستش تا گلاد نمیرسید. چی میخوام بگم؟ بخیر باشین. خیلی خوشحال شدیم. تشکر لیمه جان عزیز از اینکه در برنامه آمدی، مهمان ما شدی و همچنان از اجمل جان عزیز. شما به بردتان مغرور نشین و شما هم مایوس نباشین. مقام دوم از آن خواست. ما با کمال گلاس ها را پنس جور کردم به خاطر ما به خانم آزاد اترام دارم، گفتم مساوی هست. مقام دوم مقام کمی نیست. دارم گفتم میشه دیگه میشه. مقام دوم بهترین. مقام دوم؟ حالا خیلی یک تاشم چپ کنه که مقام دوم. سرجان ببینین این تک مهارت میخواه. خیره خیره. خب باش مهارت. اینا تو یک مهارت میخواه خلاص. خب. کار آسان. بخیر باشین، سلامت باشین. تشکر از شما. بفرمایید. اجمل جان عزیز تشکر. در ادامه میبینیم. حتما بخیر. سلامت باشین. همکار بسیار خوب ما که در سال 99 ازدواج کردن،
همکار ما بودن در برنامه‌های مختلف، دختر با استعداد همراه با همسرشان. دعوتشون میکنیم که بیاین در کنار ما باشن، چند لحظه باشون صحبت بکنیم و از خصوصیاتشون بیشتر بفهمیم و آشنا شویم. نادیا جان نایاب و همچنان همراه با اونا بلال جان محمدی هستن. باشون کف بزنین. زوج جوان، خوشبخت و موفق. بسیار زود خوش آمدن. سال نامو برای داماد ما سیاله شما میشین زیادت بسیار خوش آمدن. شما نادیا جان انتخاب بسیار عالی و بلال جان انتخابتون فوق العاده. زنده باشید. پیش از اینکه طرف صحبت ها بریم، سلام تقدیم میکنم به تمام برینجای عزیز. با امید از اینکه سال خوب را آغاز کنن، دیگه چند لحظه مانده تا به اینکه سال 1400 آغاز کنیم و با امید از اینکه این سال که میایه سال باشه که به دور از تمام دردها، به دور از تمام مشکلات، به دور از تمام مرضای کرونا باشه و یک سال باشه که همه ما از او خاطره داشته باشیم و یک سال نیک بر تمام دن آرزو میکنم. بلال جان خود هم خوش آمدی. زنده باشید. تشکر. من به نوبه خود سال نو به تمام بینده ها، به خودتان، به دوستا و فامیلم تبریکی میگم. امید است که یک سال باشه که دور از خطر، دور از جنجال ها و دور از همه اخبارهای منفی باشه و یک سال خوش آغاز کنیم انشاءالله. آمین. بلال جان خوب است امسال از نوروزی بردن بیغم شده. بله بله، اما شاید جنجال های دیگر داشته باشه بعد از ازدواج، مصارف دیگر. خب جنجال ها در صورت شد، اما شما از نوروزی یاد کردین. ما از نوروزی خود دور ساختیم. وا با جان ما که یک تا نوروز، دو تا عید و یک تا برات پیش می‌ریم. فقط در ظرف دو ماه. بچه‌ها یه گپ و گم دارن، مثلا میگن که زمستان که میشه باید برکس برای نامزادش زمستانی ببرن. که او دیگه لباسای زمستانی است، بعض خوراکای زمستانی است. که او رو برای خودت تبریک میگم، سال که بخیر میایه. با امید است که از سرجان پرسان کنم چی آورد برات. نه شلا تا زمستان رو نمیمانم. دوستان همین دخترها که در پرده تلویزیون ظاهر میشن، متوجه شدین که بسیار زود خواستگار پیدا میکنن. بلال جان آشنایی شما با نادیا جان از کجا شروع شد؟ آیا شما هم نادیا جان در پرده تلویزیون دیدین؟ فقط قبل از اون ما هیچ خواستگار نداشتیم. خب خواستگار در وقتش میباشه، او را یک چیز عادیه است. اما من نادیا جان قبل از اینکه در رسانه به هم شناختم. واقعا محفل بسیار خوب داشتین. ما و سرجان هم در محفل شما آمده بودیم. یکی من رو باید دعا کنین، به خاطر که امی وقت نکاک خلاص شد از ما در روسی، ما سرجان بالا آمده بود در رسانه هم رای مشیشت قصه کرد. باز امی شاد من سر سرجان انداختم، سرش دست کشیدم. باز نه بود که دو ما بعد از عروسی ما اینا نامزاد شدن امرای جان. جدی؟ خو یه قدر نقلای نکاره که ما خوردیم دیدی دست ها چه تاثیر نکنه. باز بعض هایش می باشه که برکتی می باشه، تاثیر زیادتر است. باز خوشبختی است که بعد از عروسی ما چندی نفر هم تو صاحب شوهر شدن عروسی کنه. خب حالا پیش از قطی اومده بود. پس حالا من مشکور شما هستم نادیا جان. تشکر. حالا قسم نشه مجیب جان که چیز بچه های مجرد استاد چند که من سرشان دست بکشم دختر های مجرد استاد چند یک قطار طولانی جور شما. بله یک بازی هم داریم امروی بلال جان و نادیا جان که میخواییم این بازی رو انجام تم صادقانه، اما جوابتن پرسش هایی که پرسیدم میشن. و در این بازی این کفگیر کار است ای از نادیا جان یک دیگر نمیزنین بلال جان. تشکر. ما شما به سر جان دهی بازی سهم میگیریم که اینا تنها نمانند، درست است؟ جواب نام هر کسی بود، ما شما شیرش نشان میدیم، عکس نشان میدیم، درست؟ طرف کامرا. پرسش اول میپرسم، کی اول پیشنهاد ازدواج داد؟ همیشه باید بچه های پیشنهاد ازدواج دادن؟ کی زیاد عکس میگیره؟ من دور هستم از اکسینا. همیشه دخترها پیش قدم است. اما چیز بسیار صادقانه پیش میره. سوال بعدی، کی زیاد پرخور است؟ از ما خوازی است. از شما برعکس است، نادیا است. وقتش که برسه
از حساب گشنگی باز میگن یک چیزی بیانید که گنی گفتو. خب من یگان دفعه تو میکنم مگم دیدی ما چقدر علاقه شدیم سرجان. از بلال جان معلوم میشه که زیاد نام خدا پرخوره. من خب اصلا پرخور نیستم. ایرش ما برتن ثابت شده میفهم قبول نمیکنی نگه کی زیاد قار میکنه؟ کاش که میگم شایی قار ناسی که با از شما هم نادیه هست دیگه نمرد دختره هم کنی بشن خیر ناز ما رو ببردارین دیگه کی زیاد پر حرف هست؟ کل گزینا از مجیب است سوال ها رو خود جور کردن من از ما؟ ای کاش من نباشم خب از شما نادیه هست از من هستم آه نادیه من که باز پر نگویم باز دیرقم چیریم سیاه میشه یک طرف باید پر حرف باشه این رقم درست است زندگی خوب پیش میره و سازگاری وجود میرسه باشه بلو باز چی میگی وقتی که زیاد پر حرفی میکنه؟ من این بچه ها خواهی هم تره که چشمه کش میگیره آرام هستم پدر صحبت نمیکنم و اون وقتی که مربوط نمیشه میمونم برای نادیه جان میم خود صحبت کو من میشنم من رو چون که خوشم میاد صحبت از نادیه جان نه چه بگوین من سوال آخرم پرسان میکنم بسیار زود جواب بدین کی آشپز خوب است؟ از ما نمیفهمیم سوال سخت تا فعلا چون گفتین صادقانه جواب بدین من با خاطر صادقانه جواب میتونم دستپخت سرجان خوردیم و لذیذ بود تشکر بسیار خوب زنده باشه این از شما بسیار تشکر که ما را دعوت کردین و یک بار دگام از صمیم قلب فرستادن سال 1400 به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم با امید از اینکه یک سال خوب را پیش رو بگذارن دیگه و کسایی که میگفتن بلال جان میخوایم ببینیم کجا هستن عکسش نشان بده خیر است عکسش پرتاینه اینی هم بلال جان بود توفیه نوروزی ما به تمام هموطنای ما که میخواستن بلال جان رو ببینن آها همیشه خوشبخت و سربلند باشین ممنون از شما روی نماگیر روی نماگیر دوستا سر میزایتان بانه همیشه خوشبخت و در کنار هم جوان بمانیم تشکر شما همچنان تشکر خیلی بشه ممنون از اینکه همراه با ما هستین ادامه برنامه را هم فراموش نکنیم با شور و هیجان در کنار شما عزیزان برخواهیم گشت بعد از فاصله اندک شما بیننده برنامه سلام 1400 از طلوع هستین امیدوار هستم که بهارتان خجسته باشه عزیزان و در این قسمت مهمانان عزیز و هنرمندان موفق کشور از ولایت هرات به کابل آمدن تا چند لحظه شما را خندان بسازن پس بیاین طنز جالب این تیم دوست داشتنی را با هم یک جا ببینیم باید خواهش را کف بزن خب بچه ما و شما هراتی هم آمدیم به کابل پس باید لهجه کابلی را میاد بگیریم امروز من یک کورس لهجه کابلی را دایر کردم که شما کم لهجه کابلی را یاد بگیریم خیلی خوب تشکر خب اولین چیز که باید به او توجه کنیم اینه که ما هراتی ها یک مشکل کت و کلان داریم ای که قین و قافر یک رقم تلفظ میکنیم این بخی آبروریزیه مگر دو رقمه نیه برا در یک رقمه این همه توتی کابلی های برما گپ تیار کردن میگن دو رقمه راست میگه بخی پاک پی آبرو ما ببردن معلومه که دو رقمه اصلا از دو رقم هم بیشتره قین مثل قضا قاف مثل قروتی خوبی هر دو تا که یکی شد قروتی قضا کجا یکی شد قضا قروتی فرق داره فرق نداره برادر قروتی هم قضایه دیگه تازه قلورتروش هم قضایه راست میگه دیگه اصلا هم تو که میگی فرق نداره بگو ببینم قروتی قین داره یا قاف قاف و قین رو نمیفهمم اون تا مزه خیلی داره راست میگه اصلا گناه شما نیه هراتی دیگه فرق قین و قاف رو نمیفهمه چی میشه کرد خب بگذره میرم سر درس لهجه کابلی در لهجه کابلی شما همیشه باید الف ر ه تلفظ کنن و هر الف مثلا شنیدین با می ستاره افغان داور به اشاره کننده میگه انا می خودت چون الف ه تلفظ کردی برای خودت اش نمره میت بفهمید آفرین خب بعد هر چه کاف قاف تلفظ کنه مثلا کابلیا به کاغذ میگن کاغذ به کف دست میگن قف دست یعنی این رقم که باشه پس به کمر هم میگن قمر آفرین
قوس قمر شنیدین؟ بله. منظور اینا قوس کمره. خب پس به کارگرم قارگر میگن دیگه. ها دیگه، چون با بیلوکنگ زمین رو قار میکنه پس میشه قارگر. ببخشیم، پس حتما به کابولی هم قابولی میگن دیگه. خب این دیگه باید از خود اینا پرسان کنه. این رقم که شما میگیم، پس لهجه کابولی خیلی آسانه. به جا الف میگیم هی، به جا کاف هم میگیم قاف. خلاص دیگه. نه خیر جانمه، نه خیر. یک تبدیل کاف و قاف که تو کابل رو یاد نمیگیری، باید دیکشنری کابل رو یاد بگیری. ایشته دیکشنری؟ ببینین، در مرکز کشور ما معنای بعضی از کلمات کم فرق داره. یعنی چی رقم معنای کلمات فرق داره؟ مثلا اینجی به صندوق رای میگن گوسفند. به قاتل مردم میگن رهبر معظم. مثلا شو به اخبار میگن یک رهبر معظم حرفه‌ای حین ارتکاب عمل شنیع رهبریت بالفعل توسط پلیس گرفتار شد. در کابل حتی رو بعضی از سطل آشغال قانون‌گذاری کردن. مثلا اینا یک سطل کلون و دراز از آشغال به وسط شهر دارن، میگن دریای کابل. شاید باور نکنه. به پارکینگ میگن سرک. یعنی موتورها همینطور پشت به پشت هم ایستادن و به هر 4 ساعت یار نیم سنتی هم جابجا نمیشن، ولی بازم میگن سرک. یعنی اگه موتور به داخل پارکینگ پارک باشه، شاید یک باد چیزی بشه 2 سانتی جابجا بشه، ولی داخل سرکای کابل همین اتفاق هم نمیفته، ولی بازم میگن سرک. پس این رقم که میگن خیلی سخت شد لهجه کابلی. به سقوط میگن تحت مدیریت. مثلا میگن فلانی از پشت بام به سمت زمین تحت مدیریت کرد، یعنی سقوط کرد. استاد به برق چی میگن به کابلی؟ هیچی. بنده های خدا وقتی که چیزی ندارن چرا بالا از او باید اسم بگذارن؟ ببخشید استاد، با آدم چالباز چی میگن؟ با آدم چالباز میگن جلالت ماب. البته سابق بعضی ها که از دیگه ولایت آمده بودن میگفتن قاقروده، ولی فعلا به بعضی از دلایل همون هم مؤدب شدن میگن جلالت ماب. با اشت سخت بودی لهجه کابلی. بله، حتی با آدم بیکار میگن مشاور سه. و عجیبتر از همه که به سند اختلاس میگن لیست خریداری. ببخشیم، به آدم رشوت خور چی میگن؟ با آدم رشوت خور میگن کمی کمتر حساب که مشتری شویم بیادر. خلاصه وقتی که به کابل آمدن باید این کلمات رو یاد بگیرن. و اما نکته آخر، هر وقت که به کابل آمدن هوش کنن، هیچ وقت به هیچ و به هیچ وجه نگن امیدوار هستم، چون که بگن امیدوار هستم میگن ما چندم ته است که به خیر زایمان میتونی. خب دیگه این بود کورس لهجه کابلی ما. برن به خیر باشین. تشکر. خیر بینیم استاد جان. خدا حافظ.